بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سنچراکی صاحب، مجاهد صاحب، امید صاحب، درنو رئیس صاحبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د حج، ارشاد او اوقاف وزارت، همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ وزارت، د خصوصي سکتور، د عزیزی بانک همکارانو، د رسنیو درنو هستازو، زه هم خپل سلامونه نیکې هیله درته وړاندې کوم او ښه ورځ درته غواړم. درنو حاضرینو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چاپیریال موضوع بل خصوص په ښارونو کې اوس په یوه ستونزه بدله شوې او اوس یو ګواښ دی ده چې په دې باندې زه نه غواړم نن یې ډېر تخنیکي موضوعاتو ته لاړ شم، ځکه د اجندا د موضوع نن معلومه ده. په دې باندې مخکې مو هم په برنامو کې لازم معلومات وړاندې کړي دي، اما موږ او تاسې اوس هم وینو چې په ښارونو کې موږ او تاسې د هوا ککړتیا ستونزه لرو، د هوبو د ککړتیا، همدارنګه د زبالو مشکل، د صوتي آلودګۍ ستونزه، همدارنګه د اقلیمي بدلون موضوع، کله ناکله د ژوو او د طبي بوټو، د نباتاتو، د حیات تنوع، د ښکار موضوعات، دا مو هم په هغو طبیعي چاپیریال کې کله کله رامنځته کیږي او موږ او تاسې په هغو باندې بحثونه کوو. همدا موضوع ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د دې موضوعاتو د مدیریت او د دې موضوعاتو د حفاظت او د ساتلو مسؤلیت لري د چاپیریال د قانون په اساس باندې. ولې د دې ستونزو دپاره باید موږ او تاسې ورته حل لارې ولرو، چې یوه د حل لارو څخه د قوانینو جوړول دي، د مقررو جوړول دي، د طرز العملونو جوړول دي، همدارنګه د نهادونو رامنځته کول دي چې هغه که په اکاډمیکه ساحه کې دي، که په دولتي ادارو کې دي، دولتي نهادونه هم رامنځته شي، په مدني ټولنو کې، همدارنګه په خصوصي سکتور کې او په نورو برخو کې باید نهادونه رامنځته شي او د چاپیریال موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. همدارنګه تحقیقات، علمي تحقیقات او څېړنو ته د چاپیریال په برخه کې اړتیا شته ده. دا هغه حل لارې دي. ولی تر دې ټولو نه مهمه حل لاره هغه د عامه پوهاوي موضوع ده چې هغه ما آخر ته پرېښي. د عامه پوهاوي موضوع په افغانستان کې د اوس تاسو وګورئ که هغه د حکومت په سطحه دي، که هغه د علمي او اکاډمیک نهادونو په سطحه باندې دي، که د دولتي ادارو دي، که د خصوصي سکتور دی، که مدني ټولنې دي، د چاپیریال په هکله، د محیط زیست په هکله باندې عامه پوهاوی ټیټ دی. او یو د ګواښونو څخه د چاپیریال د مدیریت په موضوع کې د عامه پوهاوی موضوع ده. د دې دپاره هم موږ او تاسې مختلفې ګڼې حل لارې او وسیلې لرو. به خاطر رسیدن به پوشش آگاهی عامه در رابطه به مسائل محیط زیست، ما شما چندین روش و طریقه داریم که استفاده از شما رسانه های عزیز است، اخبار است، تدویر برنامه ها، کنفرانس ها، ورکشاپ های علمی و تخنیکی است در این رابطه، همچنان نشر و نوشتن و تحریر مقاله ها و گزارشات و این موارد است. اینمی موارد امیال صورت میگیره، ولی هنوز هم سیستماتیک نیست، هنوز هم ما شما با این موضوع مشکل داریم. بین وزارتخانه ها بعضی اوقات مشکل وجود داره، مسئولیت ها درست درک نمیشه، با سکتور خصوصی، با جامعه مدنی، با مطبوعات محترم این موضوعات میایه. امی علت بود که ما خواستیم و امی موضوع ما را وادار ساخت که تا با وزارتخانه های محترم، با سکتور خصوصی افغانستان که یک بازوی قوی سکتورهای مختلف ما هستند، همراه از اینا با مفاهمه شویم، که با وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در تماس شدیم، با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و با دفتر محترم عزیزی بانک با اینا در تفاهم شدیم تا ما بتانیم که بین هم تفاهم نامه امضا کنیم. امی همکاری هایی که روزانه، ساعتوار، ماهوار و سال تمام صورت میگیره، اینیا در یک قالب و در یک چوکات منظم و رسمی بیایند تا همو مسئولیت های هر دو جانب واضح باشه. امی موضوع بود که این تفاهم نامه ها آل تهیه شده و امروز قرار است که ما اینا را به امضا برسانیم. ما بیشتر از این صحبت نمی کنم، فقط یک چیز دیگر هم می خواهیم که بر شما واضح بسازم که برای امسال ما پلان 5 ساله را به خاطر کاهش و جلوگیری و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل تهیه کردیم که او را جلالت مآب رئیس صاحب جمهور منظور و از طرف کابینه به تاریخ 16
19-13-1398 مورد تصویب قرار گرفته و در او مسئولیت 22 وزارتخانه مشخص شده که از جمله از این 22 وزارتخانه ها این وزارتخانه های ما که امروز در اینجا هستند اینا هم شامل است و سکتور خصوصی هم شامل است. به خاطر تطبیق بهتر از او پلان 5 ساله که موارد تکنیکی داره، برای از او باز پلان 5 ساله آگاهی عامه هم تهیه شده که قریب او هم امو مرحله نهاییش در اداره امور صورت میگیره، او را هم به دسترس شما قرار میتیم که در او باز هم اینمی تفاهم نامه را که ما امضا میکنیم او زمینه را بیشتر از این که برای ما مهیا میسازه تا در روشنی از او پلان برای 5 سال آینده موارد آگاهی عامه را مشخصتر به پیش ببریم. تشکر میکنم. بعدن باز اگر سوالات چیزی بود او را میشه بگیریم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب انجینیر صاحب صدیقی، جناب استاد مجاهد، جناب امید صاحب، رؤسای محترم حاضر در جلسه، همکاران رسانه‌ای، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعات اساسی را جناب صدیقی بیان کردند. واقعا موضوع محیط زیست و پاکی و نظافت محیط زیست نقش بسیار اساسی و بنیادی در سلامت روحی و جسمی شهروندان کشور داره و بسیار اهمیت داره. با توجه به اینکه متاسفانه محیط زیست ما تا سالیان اخیر شدیداً آلوده است و به دلیل استفاده های نادرست از مواد سوخت و همچنین ضرورت ها و نیازهای مبرمی که مردم داره و عدم امکانات مورد نیاز و ضرورتشان در قسمت سوخت های مناسب و غیر مضر سبب شده که این آلودگی ها بیماری های فراوانی را به وجود بیاره و سلامت شهروندان کشور را به خطر مواجه بسازه. ما در وزارت اطلاعات فرهنگ در تعداد زیادی از کمیسیون های آگاهی عامه عضویت داریم که تمام این نهادهای کمیسیون های بین الوزارتی و این نهادها از ما توقع و انتظاری را دارند که ما در خصوص آگاهی عامه و دادن اطلاعات لازم به شهروندان باید یک نقش اساسی و بنیادی داشته باشیم. ما هم به عنوان اینکه رسانه های دولتی را در اختیار داریم، هم به عنوان اینکه نظارت داریم بر رسانه های خصوصی و رسانه های غیر دولتی و ارتباط نزدیک و مستقیم و همکاری با رسانه های غیر دولتی داریم، در این رابطه طبعا مسئولیت های داریم. اما متاسفانه امکانات وزارت اطلاعات فرهنگ در این مدت بسیار محدود بوده و ما قسمی که ضرور بوده و لازم بوده ما نتانستیم در این رابطه یک نقش مؤثر و مفید و فراگیر چی در مرکز و چی در ولایات ایفا کنیم، اما در حد امکانات و مقدوراتی که داشتیم ما ایفای وظیفه کردیم. ما از طریق روزنامه های دولتی همواره متحد بودیم، پیام هایی که در اختیار ما قرار می گرفته این پیام ها را به صورت پاورقی ما نشر کنیم. مقالات و تبصره ها و گزارش هایی که به ارتباط محیط زیست یا سایر مسائل ملی بود ما نشر کردیم. از طریق خبرگزاری آژانس باختر که یک خبرگزاری بسیار تاریخی افغانستان و بیش از 90 سال سابقه داره و مهمترین خبرگزاری افغانستان است، ما همواره توجه کردیم چی در مرکز و چی در ولایات که آمریت های اطلاعات در 34 ولایت داریم، مدیریت های آژانس باختر داریم، جراید محلی در ولایات داریم، از این طریق استفاده کردیم و طبعا مواردی که به ارتباط پیام های تصویری بوده ما به تلویزیون ملی با مکتوب فرستادیم که اونا هم در این رابطه همکاری کنند و همچنین تلویزیون هایی که در ولایات بوده و در ارتباط با رسانه‌های غیر دولتی و رسانه‌های خصوصی هم ما نشست‌های مشترکی که همراه مسئولان ارشد رسانه‌های
غیر دولتی داشتیم همواره مسائل گوشزد کردیم. بر اساس مقرره طرز تاسیس رسانه ها و همچنین مفاد قانون رسانه های همگانی، رسانه های غیر دولتی، رسانه های خصوصی موظف هستند که بخشی از نشرات خود به مسائل مهم ملی اختصاص بدهند، مانند امنیت ملی، مانند خشونت، مانند محیط زیست و مانند مسئولیت غذایی و مواردی که با سرنوشت شهروندان، سلامت شهروندان ارتباط دارد. این مکلفیت رسانه های غیر دولتی است که در جمع پروگرام های نشراتی خود باید منظور کنند برنامه های مهم ملی را. در پهلویش در مقرره طرز تاسیس رسانه ها تصریح شده کلیپ های تبلیغاتی که از طرف دولت به ارتباط مسائل مهم ملی مانند محیط زیست تهیه میشه با تخفیف 25% تا 60% باید از طریق رسانه های خصوصی نشر شود، یعنی به صورت تجارتی صرف با این مسائل برخورد نشود. پیام هایی که اداره ملی محیط زیست یا سایر ادارات ما مثلا پولیو است یا مثلا وزارت صحت موارد جرم میکنه یا مثلا وزارت زراعت کلیپ های جرم میکنه یا نهادهای امنیتی ما کلیپ های جرم میکنن، چون مسائل ملی است و ما مسئولیت داریم، رسانه های ما مسئولیت دارن در قبال سهولت ها و امکانات و تسهیلات و فراهم سازی زمینه مساعدی که حکومت داره، اینا باید با تخفیف ویژه این پیام ها را نشر کنن، مثلا پیام هایی که از طرف وزارت محترم حج آقاف به ارتباط مسائل مهم تهیه میشه. در پهلوی ما در وزارت اطلاعات فرهنگ اخیرا خوشبختانه یک یونیتی را تحت عنوان پرودکشن ایجاد کردیم که در حال کار است رویش و ما تشکیلش را به اعلان دادیم که یک مجموعه افراد تکنیکی و فنی در اونجا بیان که ما بتانیم پیام هایی را که وزارت اداره محترم محیط زیست در اختیار ما قرار میتن یا نهادهای وزارت های دیگه که در اختیار ما قرار میتن، ما این پیام ها را به اشکال مختلف تولید کنیم. شما میدانید که امروز در مرکز و ولایات کشور نقش رسانه ها بسیار مهم است، نقش رادیوها بسیار مهم است. از تلویزیون کرده رادیوها بسیار نقش مهم دارد، چون داخل موتر، تاکسی، سر کو، سر مزرعه همه جا مردم یک رادیو دارن، پیام ها را میشنوند. ما باید اسپات های رادیویی باید ما تولید کنیم. ما باید پوسترهایی را که بصری است و مردم با چشم خود میبینن، این پوسترها را ما باید تولید کنیم. ما باید کلیپ های تلویزیونی تولید کنیم. ما در سطح نخبگان کشور باید مقالاتی باید تهیه کنیم و میزهای مدوری بسیار علمی، کارشناسانه، روشنگر داشته باشیم که محیط اداره ملی محیط زیست باید کمک کنن، کارشناسان خود در رابطه مشخص کنن، از نهادهای علمی و آکادمیک استفاده کنن، به ارتباط یک لیست تهیه شود که لیست به اختیار رسانه‌های محترم قرار بگیره که اینا همواره دعوت کنن، کارشناسا به ارتباط باید دیدگاه و نظرات خود مطرح کنن. همون قسمی که صحبت کردن، کنفرانس ها، سیمینار ها بسیار مهم است، سیمینار علمی که محتویات این بحث ها باید جمع آوری شود در قالب پیام های مختلف و از با استفاده از ابزارهای مهم اطلاع رسانی به اختیار جامعه قرار بگیره. یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و ایجاب میکنه که رسانه های محترم با ما همکار باشند و این نقش ملی یا مسئولیت ملی خود انشاءالله شهروندی خود همراه با ما یک جا ادا کنند، چون همه ما در یک کشتی سوار هستیم، همه ما از آلودگی آسیب میبینیم، همه ما در واقع مشترک در رابطه مسئولیت داریم. سپاسگزار هستم. به نام خدا، با تشکر از اداره محترم حفاظت از محیط زیست که جلسه را دایر کردن، با اجازه جناب موین شایبا، رئیس شایبای بزرگوار، اعضای مجلس، ما در ابتدا به نوبه خود از برنامه هایی که حکومت راه می اندازه
حمایت میکنیم و مسئول هستیم که باید حمایت بکنیم. با آدرس آجندای امروزی و محیط زیستی که ما زندگی میکنیم در شهر کابل، ایجاب میکنه که بالای 5 نکته متمرکز توجه شود. اول، هماهنگی بین ادارات زیربط و واقعا هماهنگی جهت بسر رساندن کار اجرایی و عملی. خوب است جلسه امروز، ولی حضور ولایت کابل و شاروالی کابل در این مجلس ضروری بود، چون قضیه محیط زیست عملا اجراعات اونا تأثیر گذار از بالای محیط زیست و اونا سهم بیشتر دارند در فضاسازی و جوسازی قضیه. اما هنگی ضرور است، جدا ضرور است. من پیشنهاد میکنم برای معین صاحب، برای مسئولین بزرگوار که در هماهنگی هنوز هم بکوشیم، چون کارهای جامعه با چندین بال و بدنه ربط می داشته باشه. اگر اون ربط خوبتر هماهنگ نشه و تأمین نشه، اجرای خوبتر به دست نمی آید. دو، داشتن برنامه ها و شناخت عوارض محیط زیست، مشخص سازی عوامل که محیط زیست ضربه میزنند، اونا را دبندی شوند، یعنی کار عملی صورت بگیره. آنچه محیط زیست و زندگی شهری را از لحاظ صحی مختل میسازه برجسته شوه و اون مورد بحث قرار داده شوه و در او بس همه ارگان های زیرب اشتراک داشته باشند. سوم، قضیه امکانات، منابع یا بودیجه ها به اصطلاح یا وسایل کاری. ما تشکر میکنم در غیاب از شاروالی محترم کابل که اینا برای انبارسازی زباله ها در یک جای به خصوص در بگرامی یک جای را منطقه گزک نام دارد تشخیص دادن و اینا جدیدن پروگرام گرفتن که از طرف شب پاکاری میکنن. بسیار شایسته است، کار شاروالی باید از طرف شب باشه، چون مزاحم هم نمیشن و دیگران هم مزاحم اینا نمیشه و انجام یک عمل و ذخیره و انبار کردن دو در یک جای باید فنی باشه. اگر فنی صورت نگیره، بازو آینده ها صاحب عوارض می باشه، در او ساحه صاحب عوارض می باشه. قضیه امکانات، واقعا امکاناتی که بالای آبادانی و بالای شرایط سازی خوب زندگی و سلامت محیط زیست در کابل به مصرف می رسه اندک است. آنچه یک شهر ناگهان به 5 میلیون نفوس تبدیل شدن و با جاده ها و موقعیت خرد، با داشتن کوهستانیا، نبود کانالیزاسیون دائمی تقریبا طرح‌ریزی شده یک قرنه که قطعا موجود نداره، با امکانات فعلی، با چند اراده موتر، با یک تعداد افرادی که در تنظیف کار میکنه، اونا هم وسایل ندارن و یه هوای یخی که بعد از کابل میداشته باشه، بودیجه اینا کم از دری راستا، ما و ریاست محترم محافظت محیط زیست شاروالی را کمک بکنیم، ولایت هم کمک بکنه و باعث ایم که پارلمان برشان بودیجه های پیشنهادی شانه تشویب بکنه، چون کابل پایتخت کشوری ماست و همه افغان ها در این به نحو شریک زندگی هستند، در رفت آمد و در اقامت. قضیه چهارم، قضیه آگاهی شهروندای ما است از اخلاق و میتود زندگی کردن در شهر. واقعا مدیریت ترافیک کابل یا ریاست عمومی ترافیک چند وقت برنامه داشت، بسیار مؤثر بود.
که با تأسف ما همه ارگانهای زیرب چونین برنامه های میدیایی و برنامه های عملی داشته باشیم. ما وزارت حج و اوقاف آماده هستیم در تمام مسجد و محافل دینی علمی و محافل زیربطه که علما اونجا نقش دارن ما حمایت میکنیم. این پروگرام و این را اسکش میکنیم در یک خریطه کاری و انشالله رئیس به نشرات ما و رئیس به مساجد افغانستان این طرح را در یک طرح العمل خدمت اداره پیشکش خواهد کرد و ما کار عملی خواهد کردیم. قطعا به چیزی ضرورت نداریم، امکانات داریم، وسایل داریم. جامعه ما جامعه است که فرهنگ اسلامی را میپسندن، نظریات علمی و مفید علما را میپسندن، ما هم کاری میکنیم. در ساحه پنجم باز هم امو ساحه تطبیق است. ما از این مرکزها شروع بکنیم، از این مرکزهای فرهنگی، رسانه‌ای، میدیایی و با ساحه کار امو حرکت خدا باید برسانیم. عملا آن حرکت های، آن تعاملات، آن خرید و فروخت، آن سکونت و سکن که باعث تضعیف سلامت محیط زیست میشه باید ما به درستی سر از او برسیم. اگر به بودیجه کار است، اگر به تنظیم کار است، در یه آخر چاره‌ها و گلدان‌های جاده ها را ریاست شهرولی تنظیم میکنه، از اونا بسیار تشکری میکنیم. در سه پاکی تلاش میکنن، حمایت میکنیم. ریاست حفاظت محیط زیست در سه کتاب اوراق نشرات بروسرها تلاش میکنند، اینا تشکری میکنیم. این برنامه را راه اندازی میکنند، تشکری میکنیم. ولی جامعه ضرورت بیشتر داره و ظروف و شرایط و عصر اجابات جدیدتر میخواهد. برای تقاضای زندگی سالم افغانها در کابل و در همه شهرهای با ازدهام و برای هم عصر سازی شهرهای ما تلاش بیشتر باید بکنیم. ما امیدوار هستیم جلسه دیگه گرفته شده شناسایی عوامل تخریب سلامت محیط زیستی بالا از او بحث شده، او انگشتمار و برجسته شده و مشخصا بالا از او کار بکنیم و هم شهرولی محترم کابل و ولایت کابل شرکت داشته باشند. تشکر و سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار باندې تاسو ټول ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. د نننۍ ورځې تفاهمنامې په باره کې کافی معلومات ورکړل شلو. زه غواړم چې هغه فعالیتونه چې عزیزي بانک په دې برخه کې لا تر مخه لري او اجراءات یې کړي دي تاسو سره شریک کړم. عزیزي بانک فعالیتونه د ټولنیزو مسایلو مسؤلیتونو د مفکورې لاندې په تېرو کلونو کې ډېر زیات پروژې او کارونه لرلې دي. حتی زه ویلی شم چې د عزیزي بانک بنسټ هغه بنیاد په همدې مفکوره باندې ښودل شوی و چې څنګه موږ وکړو چې د دغه ټولنیزو مسؤلیتونو د ایجنډا لاندې چې هغه بانکي اسانتیاوې او خدمات دي هغه خپلو وطنوالو ته په ښارونو کې او په لرو پرتو سیمو کې دا اسانتیاوې ورسوو. په تیرو پنځو کلونو کې موږ یو خاصه بودیجه او همدارنګه یو پلان او برنامه د دې دپاره چې څنګه وکړی شو چې د چاپیریال ساتنه کې رول ولوبو دا موږ خاصه کړې ده. د مثال په توګه زه ویلی شم چې په تېرو څو کلونو کې موږ تقریبا د 15,000 د شین افغانستان د پروژې تر لاندې تقریبا 15,000 نیالګي هغه موږ کرلي دي د افغانستان په مختلفو بخشونو کې او مختلف ولایاتو کې. همدارنګه یو بله برنامه دولتي برنامه چې هغه د افغانستان جوړولې په نامه باندې وه د هغوی سره مو د 20,000 په خواوشا کې د جلغوزو د نیالګیو کومک کړی دی.
که تاسو متوجه شوی هستی اولین بانک چې په تلویزیونونو کې یا مثلا نور سوشل میډیا کې تاسو لیدلی اوسی، موږ بعضی عامه پوهاوی د پاره بعضی کلیپونه او سپاټونه جوړ کړی دی، لکه د اوبو کم مصرفولو د پاره تاسو تلویزیونونو کې لیدلی دی، په عامه ځایونو کې د سګریټو د نه څکلو په باره کې کلیپونه موږ جوړ کړي دي، او په عمومي ډول باندې د چاپیریال د ککړتیا په باره کې موږ مختلف کلیپونه جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي. د همدې د وجه د دغه روان کال د جون په میاشت کې د جنیوا په ښار کې د ملل متحد دننه عزیبان ته بلنه ورکول شوې وه تر څو هغه برنامې چې موږ د ټولنیزو مسؤلیتونو او همدارنګه د چاپیریال ساتنې په برخه کې لرلې د هغې نه یو ستاینه وشي، او په عین وخت کې د 500 نورو هیوادونو څخه چې مختلف اشخاصو استازي سوب کولو د هغې سره خپلې تجربې او پلانونه شریک کړو. د دغه تفاهم نامې په امضا سره چې نن به موږ سر ته رسو، موږ به ټولې خپلې دا پروژې چې هغه د چاپیریال ساتنې په خاطر باندې وي هغه د نیپا یا د چاپیر ساتنې د ملي ادارې سره په تفاهم او د دوی د چتر لاندې او د دوی د برنامې مطابق به موږ خپله دغه بودیجه مصرفوو او د خپل پروژې به سر ته رسوو. د دې تفاهم نامې د امضا څخه وروسته عزیبانګ ژمنتیا لري چې لکه څنګه مې چې مخکې ویلې چې موږ د عامه پوهاوي د چاپیریال ساتنې په باره کې د عامه پوهاوي په باره کې مختلف پلانونه او برنامې درلودلې دي، نو د تفاهم نامې د امضا کولو نه وروسته دا برنامې به لا نور زیاتېږي او لا نورو لرو پرتو سیمو د افغانستان ته به دا غځېږي، او همدارنګه لکه مخکې مې چې مثال ورکو هغه کوم اجراات چې موږ کړي یا پروژې مو تطبیق کړي دي دا به لا نورې هم زیاتېږي. د تفاهم نامې په امضا سره به برعلاوه د بانکي سکتور زمونږ هڅه دا وي چې نور خصوصي سکتورونه دې ته وهڅوو چې په داسې ملي اجنډاو کې برخه واخلي، او تر څو موږ لکه څنګه چې مخکې زمونږ مشرانو وویلې تر څو موږ وکړی شو چې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو پاک او آزاده فضا او صفا هوا او ککړتیا نه لرې فضا ولرو. ډېره مننه.